قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده به خواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو بر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین، درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. هشتم اسفند، روز اعطای حق رأی به بانوان ایران توسط اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ، خدایگان ابر مرد تاریخ ایران و جهان، بر همه بانوان ایران خجسته با تبریک میگم به همه بانوان ایران که به فرمان آریامهر بزرگ شما بانوان صاحب حق رأی شدید و دوش و دوش مردان ایران به طور رسمی وارد کارزار زندگی سیاسی شدید. ضمن اینکه پیش از اون پهلوی اول اعلیحضرت رضا شاه بزرگ در 17 دی با اعلام برداشتن اون کفن سیاه که حالا اسمشو گذاشتن کشف حجاب، کشفی در کار نبوده، توسری بر سر زنان بود که اعلیحضرت اون توسری رو از سر زنان برداشتن که بعدها در دوران قاجارها به کفن تبدیل شد. به هر حال و یک عده ابله از جمله همین معصوم قومی که میگن با زور روسری رو برداشتن، با زور روسری رو گذاشتن، دیگه بیچاره‌ها چجوری ثابت کنن مامورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستن. به هر حال یعنی روز خجسته نمیخوام یاد این اراذل اوباش بکنم، تبریک میگم خجسته باد
شادباش میگم به همه شما بانوان ایرانی. به این مناسبت از سرکار بانو پروین غفاری عزیز، همرزم دیرینه خود من و بانویی که خیلی سال داره فعالیت میکنه دیگه همه میدونیم، همیشه هم در همه جا حضور داشته، جور همه رو هم کشیده، قصه هم خورده، فریادم زده و من از ایشون خواهش کردم، گفتم که یه بهانه باشه، که دیدم بهترین بهانه امروز 8 اسفنده که به همین بهانه از بانو پروین غفاری خواهش کردم تشریف بیارن و گفتگوی کوتاهی ایشون با ما داشته باشن و بعدم که برنامه‌مون رو ادامه خواهیم داد. اما پیش از اینکه به سرکار بانو تلفن بزنم که تشریف بیارن با از طریق تلفن باشون صحبت کنیم، اجازه بفرمایید که تبریک بگم به بچه‌ها و خسته نباشید بگم دست مریضا به بچه‌ها در لندن، امروز گل کاشتید، آفرین، پیامام اومد، ممنونم از همرزمان عزیزی که برای من پیامو رو فرستادید و هرچند خیلی دیگه دیر و فشرده بود، نه دست شما بود نه دست من، تا اونجا که تونستیم برخیاشو به هر حال فشرده کردیم و جمع جور کردیم یک گزارشی، حالا نه کامل ولی به هر حال یک گزارشی از لندن توسط چند تن از همرزمان به دست من رسید که اینم براتون پخش میکنیم به تک تک بچه های لندن، به همه بچه هایی که از شهرهای دیگه انگلستان، از لیورپول، منچستر، بیرمنگام، دیگه از سایر نقاط اروپا، بچه ها از هلند، از فرانسه، از همین آلمان، سوئد، تا اونجایی که من اطلاع دارم چند تنی از بچه ها از دانمارک، از بلژیک خودشون رو رسوندن به اونجا. باریکلا، آفرین، درود به شرفتون که رفتید، نمیدونید دست به چه کار بزرگی زدید. از دوستان من تلفن زدم پرسیدم وضعیت چطوری بود، گفتن عالی بود، بسیار بسیار عالی، همه بچه های مشروط خواب بودن، یه دو سه نفرم اومده بودن شیطنت بکنن، یه چیز مندر آوردی هست به نام کردستان که بچه ها خیلی مؤدبانه گفته بودن لطفا بفرمید بزنید به چاک جاده، که دومشون رو گشته بودن رو کولشون رو رفته بودن. نظم و انضباط عالی بود، بچه ها خوب انضباط و نظم و انضباط رو تحت کنترل داشتن، شعارها عالی بود، خلاصه بچه های میهن‌پرست گل کاشتن، مشروط خواهان واقعی، مشروط خواهان راستی، نه یه مش بقباز شارلاتانی که میرن با تجزیه طلبا اتحاد میکنن. بله، گل کاشتن، آفرین، دست مریضا، تمام شما عزیزان، خانم آقایون، دختر خانم و آقا پسرا، همتون خسته نباشید، گل کاشتید، ای والا، دمتون گرم، باریکلا باریکلا، واقعا آفرین، واقعا آفرین. و پیامای شما به ایران میرسه، بچه هم تو ایران گرم شدن، همچین آمادن که بریم برای سرنگونی فرقه تبهکاران که آغاز خواهد شد بیشک و تردید، و این چهارشنبه سوری هم خواهیم داشت، 24 اسفند هم خواهیم داشت، نوروز هم خواهیم داشت، بعد بلای سر فرقه تبهکارا میاریم. گزارش دادم که از ایران میرسه اوضاع بسیار 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 خرابه، قیمتا دیگه یک ساعت به یک ساعت داره افزایش پیدا میکنه، تحت هیچ شرایطی امکان کنترل این قیمتا نیست، اگر امریکایی ها و اروپایی از بالا با هواپیما گونی گونی پولم بریزن تو طویله رهبری، امکان دیگه نداره کسی بتونی تورم لجام گسیخته رو جمع جورش بکنه، دزدی و دیگه پولشویی و چه و چه و چه ادامه داره، کارخونه ها یکی بعد از دیگه تعطیل میشه، الان کارگران در اهواز، در یزد، اصفهان و چند نقطه ایران در کرمانشاه اعتصاب کردن، اعتراض دارن میکنن، درود به شرف کارگران ایرانی، کارمندا و همیشه که صدای اعتراضشون بلند شده، وضعیت معیشتی مردم خیلی خرابه، یعنی واقعا غیر قابل تصوره. اگر خاطرتون باشه چند ماه پیش یا چند هفته پیش حضورتون عرض کردم که یک مرتبه دلار اوج گرفت، گفتن شده 50,000 تومان، اوج الان شد 55,000، گفتم به 100,000 تومان هم میرسه، حالا تصحیح میکنم حرف خودمو، مطمئن باشین دلار به 200,000 تومان هم خواهد رسید، الان هم هجوم آوردن این دلالا و فلان و اینا مردم عادی نیستن، ریختن برای دلار خریدن و دلار جمع کردن و وارد این بازی هم نشید، بذارید هر کی میخواد بره دلار بخره، احتکار بکنه، دلار بخرن بفروشه، هر غلطی روش میخواد بکنن، یه مش دزدن. فحشا متاسفانه در کشورمون بیداد داره میکنه، چند تا فیلم برای من رسید که البته نمیشه پخش کرد، نمیشه واقعا نمیشه،
که با کمال تأسف نوامیس ایرانی، دختران عزیز و شریف ایرانی که در کنار خیابونا می ایستن برای امرار معاش، که من به همشون به دیده احترام نگاه میکنم، خدا میدونه، نه که بخوام تلویزیونی حرف بزنم و از این اداهای لجنجلسی و لندنی در بیارم، نه، من با دیده احترام بهشون نگاه میکنم. اینا عزیزان مملکت هستن که برای شکم سیر کردن شکم خودشون، خانوادهشون مجبور هستن که متاسفانه به این راه کشیده بشن، و مردان کثیف، حریص، بیشرف، پسفطرت، نامرد، بیناموس که یک دوستان من فیلم برداری کرده بودن، مردک موهاش کاملا سفید بود، یعنی صحبت بر سر 67 سال سن بود، و دختر خانومی که حد اکثر من به شما بگم این 17 سال نداشت، به هر حال زیر 18 سال بود با تمام آرایش غلیظی که کرده بود، و تو بی ناموسه بی شرف خجالت نمیکشی که حتی به نوه خودت رحم نمی کنی. و اینها دختر خانوما، شما عزیزان اجتماعی ما هستین، به زودی ایرانمون رو آزاد میکنیم، هنوز یک جو غیرت در وجود مردان ایرانی هستش که شماها رو از این فاجعه انسانی نجات بده. و شماره تلفن این اراذل اوباش رو یادداشت کنید، خونه هاشون رو یاد بگیرید، شماره ماشین هاشون رو یاد بگیرید، اینا رو ما با پس گردنی به دادگاه میاریم که در این لحظات به جای کمک به همیهنان خودشون، متاسفانه این یک تجاوزه، این تجاوزه، این چیز دیگه ای نیست، که به عنوان ورزشکار، به عنوان هنرمندان قلابی، شبا 3 تا 4 تا از این دخترهای نگونبخت رو، به هر حال وضعیت خیلی خرابه، ملت تکلیفتون رو روشن کنید، ملت بس دیگه، ملت بس دیگه، ملت بس دیگه، بس دیگه. به وقتی که خبر میرسه که یک پدری قرص داده به بچهش، به کودکش خورده که بمیره، که بره اعضای بدنش رو بفروشه که بتونه سایر خانواده رو، شکمشون رو سیر کنه، این دیگه اسمش فاجعه نیست، این دیگه در هیچ لغتی، در هیچ لغت معنی، در هیچ واژه‌ای نمی گنجه دیگه. این یعنی شما ملت تن به یه چیزایی دارید میدید که این دیگه از حد و حدود نفرین آریامهر هم گذشته. من هنوزم میگم که نفرین اون مرد، نفرین خانواده پهلوی، بلایی به سر دختران و پسران و زنان و مردان ایران، بلایی به سر ملت ایران آورد که البته ناگفته نماند، چشممون کور، حقمونه، دندمون نر، که به اون پدر و پسر اینقدر توهین کردیم و نمک و خوردیم و مکدون رو شکستیم، کار تو شکمامون بخوره، که حالا امروز شاهد باشیم که وقتی آدم این صحنه رو میبینه یه جو غیرت داشته باشه، به هر حال حالش بد میشه. بگذاریم. از جناب مهندس یاوش گرامی تمنا میکنم لطف و محبت بفرماین، یه سری اول به ایران بزنیم. جناب مهندس 1 و 2 رو لطف کنید جناب مهندس پخش کنید، تا من در همین فاصله تلفن بزنم به بانو پروین غفاری عزیز. بانو پروین، الان به شما زنگ میزنم که شما رو بیارم رو خط، این دوتا کلیپ رو پخش میکنم و الان خدمتون زنگ میزنم. جناب مهندس بریم تو 1 و 2، دست گلتون درد نکنه، و بچه هم تلفن بزنید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی.
متاسفانه ندیدم، تلفن ضعیف بود. الان بانو پروین غفاری الان زنگ میزنم به آقای سیاوش، از طریق تلفن با بانو گفتگو خواهیم کرد. جناب سیاوش باید زحمتش رو بکشن. بله، با کمال تاسف باید عرض کنم که وضع بسیار 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 بسیار، یعنی واقعا من نمیدونم چه لغتی بگم، خدا میدونه عمق فاجعه خیلی زیاده. یعنی من اصلا به فکر این نیستم که با سقوط فرقه تبهکاران، خب ما کارخونه باید بسازیم، مملکت باید بسازیم، مدرسه میخوایم، دانشگاه میخوایم، نمیدونم بیمارستان میخوایم، فرودگاه میخوایم، هیچی ندن دیگه، همه چیز مثل قاجار. اینا هیچی، اینا گچ و سیمان و کارگر و کارمند و فلان، اینا بالاخره با یه همت 10 ساله درست میشه. این فرهنگو چیکار کنیم؟ این دختری که 16 17 سالشه، اون پسری که 16 17 سالشه، بعد اونطوری آرایش میکنه بعد فلان، اینا خیلی بد جوری شد. جناب مهندس اگر آماده هستید من در خدمتتون. با کمال تاسف خیلی خیلی متاسفم برای جامعه ایرانی، خیلی متاسفم. درود فراوان بر رضا احمدی عزیز، از این همه آگاهی دهندگی تو در این 5 سالی که در ایران آریایی هستی ابتدا سپاسگزارم. زنده باشی بانو پروین غفاری، درود بر شما، خیلی هم خوشحالیم، ممنونم از اینکه اومدی. ببخشید دیگه نمیدونم تلفن ضعیف بود، ولی مهم نیست، مهم این هستش که صدای شما رو بشنویم و یه گفتگوی کوتاهی هم با شما داشته باشیم. ضمن اینکه باید عرض کنم من بانو پروین غفاری رو میتونم بگم بله حدود 15-16 سال شاید هم بیشتر با ایشون در ارتباطم و از راه دور ارتباط داریم و همیشه هم از محبت ایشون استفاده کردم، یاد گرفتم. همیشه ایشون واقعا یار و یاور همه میهن پرستان بودن، چقدر قصه ها خوردن، چه ها کشیدن، ولی مثل همه ما ایستادن و ما هم خیلی خوشحال هستیم و خیلی باعث افتخارمونه که یک چنین بانوی عزیز و شریف و دوست داشتنی رو پیش خودمون داریم. بانو پروین غفاری بفرمایید، سراپا گوشیم، بریم راجع به 8 اسفند صحبت های شما رو گوش کنیم. درود به روان دو ابرمرد تاریخ ساز ایران زمین، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی، جنبیش ایران زمین، که آنچه زنان ایران دارن از این دو پادشاه سرنوشت ساز دارن. من در سال 1341 که فرمان همایونی رو در خصوص اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران شنیدم، با اینکه 11 سال بیشتر نداشتم، تصمیم گرفتم در فعالیت‌های اجتماعی و خیریه و سیاسی شرکت کنم. اولین اقدام من نوشتن کتاب شاه دوستی و میهن پرستی یک دختر نابینا بود. دومی نوشتن کتاب احساسات یک نابینا نسبت به شاهنشاه و شهبانو بود و بعد شرکت در فعالیت های اجتماعی که ریاست 10 انجمن خانه و مدرسه را در نقاط مختلف تهران به عهده گرفتم و به تدریج بزرگ و بزرگتر شدم و چون آرزو داشتم دستان شاه و شهبانویم را بفشارم، از نزدیک اونها را زیارت کنم، هیچ فکر دیگری نداشتم، حتی درس هم نخواندم. اما زمانی که به 17 سالگی رسیدم، در 31 فروردین 1347 در کاخ نیاوران به پیشگاه مبارک شاه و شهبانو ایران شرفیاب شدم، تصمیم گرفتم از فردای آن روز درس بخوانم و بعد از اتمام تحصیلات بود
که اهالی محل از من خواستن که در انجمنهای ملی شرکت کنم. من هم در کاندیدای انجمن شهر تهران شدم و موفق شدم که به انجمن شهر راه پیدا کنم و از اون روز شروع کردم به فعالیت های اجتماعی خیریه و فرهنگی. بنابراین این فرمان همایونی باعث شد که ما اولین زن نابینا رو به عنوان وکیل داشته باشیم. اقدام همایونی باعث کردید که اولین زن روانشناس نابینا رو در ایران داشته باشیم و آقای دکتر شیرین آبادی در ارکستر تالار رودکی عضویت پیدا کند. بانوان ایرانی زیاد هستند از بین نابینایان، از جمله خانم یاسمین طریش که متاسفانه در بین ما نیستند و افراد دیگری که چون در ایران هستند من از گفتن نام آنها به دلایل امنیتی معذورم. و بدانید و آگاه باشید که پادشاه عدالت گستر ما کاری کرد کارستون به دنبال اهداف مقدس پدرش در 14 دی 1314 که زنان ایرانی رو آزاد نمود که بتوانند با برداشتن چادر و روسری در کارهای آمال منفعه شرکت کنند. اگر بخواهم خدمات این دو پادشاه سرنوشت‌ساز رو بر بشمارم در گنجایش این برنامه نیست، خصوصا که امروز چند دقیقه هم تأخیر داشتیم. بنابراین موقعیت ایران حساس است و برنامه رضا احمدی بسیار پرمحتوا. من ترجیح می دهم به جای این که زیاد از حد وقت این برنامه را بگیرم ایشان در مورد مبارزین سخن بگویند. اگر امروز جوانان ایران به پا خواستند فقط پیرو همان دو فرمانی است که رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی نیک‌اندیش ایران صادر فرمودند: زن ایرانی از بدو تاریخ آزاد بوده، هست و خواهد بود. بنابراین رضای احمدی باز هم درود من رو بپذیر، چرا که 5 سال است مطلوبات قلبی ما را در برنامه خودت عنوان می کنی. از دور دستت رو می فشارم و مجددن به روان پاک این دو پادشاه مهربان و عزیز درود می فرستم. شهبانوی عزیزم که همیشه سمبل زن ایرانی بوده، امیدوارم که صحیح و سلامت باشد و ما از دور بتوانیم ناظر بر خدمات همیشگی ایشان باشیم. بدرود رضای عزیز. زنده باشی، خیلی ازت ممنونم بانو پروین غفاری عزیز، کلی و خلاصه و مختصر، و خیلی ازت سپاسگزارم. لطف محبت میکنی، منم همیشه زیر سایه شما عزیزان میهن‌پرست، هر کاری از دستم بر بیاد وظیفه ما انجام میدم و همیشه میگم خانه ایران آریایی و این برنامه میهن‌پرستان مال همه عاشقان پهلویه که شما هم جزو عاشقان پهلوی هستی. و خیلی هم خوشحال شدم، شرمنده که به هر حال وقت محدوده. بچه‌ها من شادباش میگم به شهبانوی عزیزم و به همه بانوان وطن پرست که مشروط خواه هستن. بدون زنده باشی، ممنونتم بانو پروین غفاری عزیز، تا بازم با هم وقت باشه گفتگو کنیم. خیلی ازت سپاسگزارم. سپاسگزارم. قربانت. ممنونتم بانو پروین غفاری عزیز. زنده باشید. با یک جهان سپاس از مهندس سیاوش گرامی عزیز. دست گل درد نکنیم، مثل همیشه آقا سیاوش زحمت کشید. آقای سیاوش عزیز لطف و محبت بفرمایید، فرمایشات اعلی حضرت هم
شماره 3 رو به همین مناسبت پخش بفرمایید تا بیایم و کلیپ بچه هامون رو در لندن پخش کنیم. دست درد نکنه جناب مهندس. ایده کمی بین شما به خاطر دارم که وضع نه فقط زن بلکه وضع زن و مرد و مملکت ایران قبل از سنه 1299 شمسی چه بود؟ نصف جمعیت مملکت ایران مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت ها را قبول کرد، شاید خودش کاری در این راه انجام نداد ولی شرافتمندانه مسئولیت ها را قبول کرد، برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسئولیت دار میبینیم اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام میدهند. البته دشمنهای قسم خورده ایران، اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود و نصفی که نه فقط به درد نخورد بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. باز دیدیم که آزادی های بیشتر و روزافزونتری که ما دادیم بیش از پیش باز اون اتحاد نامقدس بین سرخ و سیاه چه در داخل ایران و چه در خارج ایران را روشن کرد. ولی ما به سیاست خودمون ادامه می دهیم، سیاست حد اکثر آزادی را همینطور ادامه می دهیم، برای اینکه ارکان این مملکت بر اساس انقلاب شاه و ملت و رستاخیز ایران طوری قوی است که این مظاهر، مظاهر واپسین جان کندن این اتحاد نامقدس، نمی تواند به آن خللی وارد بیاورد. ایران ان شاء الله با پایداری فرد اهالی آن به سوی تمدن بزرگ پیش خواهد رفت. شما جامعه سیاهش گرامی، روانت شاد خدایگان، روانت شاد، روانت شاد، روانت شاد. دیگه به چه زبانی به ما باید میگفتن که آقا قراره که خاک فرزندانتون رو روی سرتون بریزید و مجددا برگردید کنج خونه ها و کاری که آخوند با ملت ایران کرد بد کاری با ما کردن. ملت ایران هیچگاه ظلم آخوند رو فراموش نکنید. ملت ایران هیچگاه به هیچ دلیلی در نسل های آینده، یعنی تا روزی که این کره زمین هست و شرایط این هست، چه بدونیم شاید 100 سال دیگه هیچ مرزی نباشه، کسی دیگه نگه اونجا امریکاست، اونجا اروپاست، بگن اینجا کره زمینه، من شهروند کره زمینم، که با فیسبوک آغازش کردم، من عضو فیسبوکم، من عضو شهروند کره زمینم. ولی تا این لحظاتی که به این شکل مونده و این مرزبندی ها مونده و شرایط جغرافیایی جهان اینه، ژئوپلیتیک جهان اینه، به هیچ آخوندی نه تنها اعتماد نکنید، به هیچ آخوندی رحم نکنید. بساط آخوند رو برای همیشه از ایران از ریشه بسوزونید. آخوند خوب آخوند مرده است، این صحبت رو هیچ وقت فراموش نکنید. زنده یاد رضا فاضلی، همیشه استاد عزیز تکه کلامشون بود، آخوند خوب آخوند مرده است. هیچ آخوندی خوب نیست. هیچ کدام از این اراذل اوباش، هیچ کدومشون،
یعنی خوبترینشون که ادعا میکنه میاد جلو دوربینا، الان یه عدهشون هستن یابو براشون داشته و انتقاد میکنن که آقا این اسلام نیست، تو آبروی اسلام رو بردی خامنه ای، اسلامی دروغ میگن. پدر سوخته تر، بی شرف تر، کسافت تر، حق بازتر، لجنتر، بی ناموستر، شیاتر، شالاتانتر، هرچی تره که پسوند و پیشوندش لغات منفی است و بار سنگین منفی داره فقط با آخوند میخوره. به این جماعت نه اعتماد بکنید نه رحم بکنید. دیگه اجازه ندید کثافتی به اسم آخوند در ایران رشد و نمو بکنه. اجازه ندید دیگه این کلمه تبدیل بشه، این جمله تبدیل بشه به بدترین فحاشی. یعنی کسی بهت گفت آخوند، بری دادگاه و ازش شکایت بکنی، بگی که این به حیثیت من توهین کرده، ادعای حیثیت بکنی، اعاده حیثیت بکنی. جدی بهتون میگم، یعنی بره تو قانون اساسی که اگه شما به یک خانومی، به یک آقای، به یه انسانی در ایران بگی برو گمشو آخوند، اون حق داره بره ازت شکایت بکنه. این تبدیل بشه به یک فحاشی، به یک اتهام خیلی بزرگ، انگار تو بهش گفتی ای متجاوز، قاتل، تیر خلازن، دوز. این جملات تو هیچ وقت نه، مثل آلمانیا، در آلمان اس، این کلمه به اصطلاح انگلیسی اس اس خیلی جرمه. یعنی شما اگر به یه آلمانی بگی که برو فاشیست، برو اس اس، تموم کاره. اون فقط یه دونه شاهد میخواد، در این مورد دوتا شاهد هم نمیخواد، یه شاهد میخواد که این به من گفت فاشیست، این به من گفت نازیست، رازیست، اس اس، تموم کارت با. یعنی انقدر میکشن دادگاه، انقدر جریمه میدی که دیگه یعنی هر اونم ولت کنه دادگاه ولت نمیکنه. باید این در ایران اینطوری بشه، این کلمه دیگه نباید تو دهن ما بیاد، این باید تبدیل بشه به بدترین فوش. برو گمشو آخون، که دیگه حتی اینم جرئت نکنی بگی، برو گمشو بسیجی. بریم یه سر بزنیم به لندن ببینیم بچه هامون گل کاشتن. جناب مهندس لطف محبت بفرمید از سری اولش رو پخش کنیم، 4 و 5 و 6 و 7 و 4 و 5 و 6 و 7 و بله، تا بعد بریم سری بعدی رو پخش کنیم. کلیپ رو تهیه میکنم برای تنها سنگر باقی مانده میهن پرستان راستین، تلویزیون ایرانی آریایی و تمام سربازان عزیز و میهن پرست ایران در سنگر ایران آریایی. داریم آماده میشیم برای فردا دوشنبه جلوی پارلمان به پیشواز پادشاه عزیزمون اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم برویم و از ایشان استقبال کنیم، استقبالی که شایستشون باشه. درود بر شما، جاوید شاه، پاینده ایران، تا ابد پهلوی. این گزارش رو تهیه میکنم برای تنها سنگر میهن پرستان راستین ایران آریایی، امروز دوشنبه 27 فوریه در مقابل پارلمان انگلستان اعلیحضرت همایونی رضا شاه دوم پهلوی سوم تشریف فرما شدن و ما میهن پرستان اومدیم به پیشوازشون و بدرقه‌شون میکنیم به آکسفورد، اونجا که دوباره میتینگ دارن. گزارش رو تهیه میکنم برای جناب آریان وطنخوار، سرباز گرامی رضا احمدی و همه نازنینان در سنگر ایران آریایی، تنها سنگر باقی مانده میهن پرستان راستین. درود بر شما، جاوید شاه، پاینده ایران، تا ابد پهلوی. King Reza Pahlavi, King Reza Pahlavi, King Reza.
رضا پهلوی، رضا پهلوی، رضا پهلوی. سپاس از شما جامعه سیاوش گرامی. خب یه سری اولش بود که بچه ها گزارش هایی که تهیه کرده بودند و حالا تا سری بعدی رو پخش کنیم. اما همیهنان عزیز در داخل کشور، توجه بفرمایید، در طول این سالها شما همیهنان عزیز ما، شما ایرانیان در بند، شما ایرانیان به گروگان گرفته شده، واقعا به گروگان گرفته آخوند شما ها رو به دستور انگلیس، یک بهانه ای داشتید و اونم این بود که آقا ما رهبر نداریم و ما میدونیم که بیایم تو خیابون باید بگیم مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، نمیدونیم بگیم درود بر کی. به قول صمد آقا گفت من میخوام کمک بکنم اما نمیدونم به کی باید کمک بکنم. الان این بهانه دیگه وجود نداره. شما نشون دادید، ثابت کردید که میدانید چی نمیخواهید. شما جمهوری اشغالگر اسلامی رو دیگه نمیخواهید. تعارف هم با هم نداریم. تمام راه ها رو هم امتحان کردید. جریان سبز و جریان محمدگاریچی و جریان بد و بدتر و اصلاحات و چه و چه و چه، تمام فرمول هایی که و انشایی که نوشته شده بود، این سناریویی که در خارج از کشور نوشته شده بود، افراد خودشون هم دارن و تلویزیون ها هم برای این، ببخشید باز ناپرهیزی کردم گفتم تلویزیون، طویله هایی هم که در لندن و لجنجلس هست، اینها هم مأموریت داشتن پروژه های از طویله شماره 10 در لندن صبح به صبح این پروژه ها می اومد روی میز همشون بدون استثنا همشون. خب و اینها بر اساس اون پروژه‌ای که اون پروگرامی که صبح می اومد رو میزاشون به مدیران طویله ها داده می شد، اونا هم تنظیم بندی می کردن، اخبار رو همون بود. مثلا یه مرتبه شما می دیدید تمام این طویله ها دور از اون طویله کلیک کردن رو موسوی و کروبی که آقا موسوی و کروبی حدس شدن و گرفتنشون، بردنشون گوشن تو خونه و دورشون رو نمیدونم حصار کشیدن و چه و چه. بعد از در دیوارم میرفتن تحلیلگر می آوردن که یکی بعد از دیگری من این تحلیلگرها رو آوردم به خدمت شما عزیزان معرفی کردم که امشب هم میخواستم یه سری رو معرفی کنم، منتها به دلیل این جریان لندن و هشتم اسفند امشب رو فعلا یه مقداری کنار میذاریم، مجددا از چهارشنبه یه سری دیگه باید بیارم معرفی کنم چون من دیگه این یواش یواش شده کار من، بیام اراذل اوباشو به شما بیشتر معرفی کنم به اسم تحلیلگر. و این تحلیلگرا می اومدن شروع میکردن بحث و بررسی و فوش و فوشکاری و چه و چه. یه عده میگفتن موسوی و کروبی از خود رژیم بودن و البته اینطوری نمیگفتن به این حالتی که من میگم. خب اینها به هر حال عضو بدنه رژیمن، وقتی بدنه به بدنه بماله بمال بماله و یه بارم حالا پا داده که این تحلیلگرا یکی رو بمالن بذار پس ما بمالیم. اون طرفی که نشسته بود در مقابله میگفت نه اینطور نیست، مردم الان تو خیابونا دارن چیز میدن، خون میدن، هر چی خلاص دم دستشونو دارن میدن که یا مرگ یا موسوی، موسوی کروبی، کروبی تو بمیری. و این تبدیل میشد به یه ما بستگی به این داشت که تا چقدر تو میتونی مشتری رو بتیخی. میگه دیگه، میگه کاسبی که مشتریش نشناسه دیگه باید بره را جرز دیوار. اینا متوجه میشدن که دیگه جامعه حال نمیکنه، کانالا بیشتر داره عوض میشه، آمار دارن، لندن بهشون آمار میداد آقا بس دیگه این موج دیگه حال نمیده، بیشتر رفتن طرف حمید پاهنداز. اونم اونجا نشسته بود میگه من سیاسی نیستم، امشب چیزو پخش کن، بابا شملو پخش کن. بله بعد دو سه تا از این تلویزیون هم بود، طویله ها هم بود تو آلمان و این بر اون ور، یکیشون بود آی سی سی. این فیلم تموم شده هنوز مشت بیکمان وردی وسط صفحه تلویزیون بود،
فیلم بعدی فردین میومد، فردین میرفت بهروز میومد، بهروز میرفت بوتیمال میومد، همینطوری فیلم داشت میداد، اینم شو میداد و بعدم مسائل خودشون رو داشتم. بعد اینا میفهمیدن که لندن میفهمید طبیله شماره 10 که شماها دیگه حال و حوصله ندارید، دیگه چقدر آج به موسوی یا کروبی انقدر گفتن شماها دارین تگری میزنید. میگفتن خب چیکار کنیم چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ آقا بله، فلانی رو میکنیم زندانی سیاسی. یک مرتبه میدیدی علم کردن، مثلا میگم حشمت تیخیه که الان میبینی 4-5 ماه خبری ازش نیست، میگن الان شکنجه بردن، حالا دیگه میخوان اینو کجاشو شکنجه بدن، من موندم، این اصلا پوست و استخون و مرکه جفت جفت داشت ازش میرفت. بعد اینجوری خلاصه اینا این 43 سالو بجز حالا اون 10 سالی که اون بیناموس بیمار روانی لبادکاران متاسفانه داشت اکسیژن کره زمین رو کثیف میکرد و دیوکسید کربن از معده کثیفش میداد بیرون، بعد از مرگ اون بیناموس جریان این شد. اکبر دوزم که پولا رو فرستاد توسط دختر فاحشش به خارج از کشور، فاحشه رفسنجانی فرستاد خارج از کشور، و طویله پشت طویله، سایت پشت سایت، کلیپ پشت کلیپ، وبسایت پشت وبسایت، فوش و فوشکاری، بزن بزن، مثل قارچ هم هی سازمان میزد بیرون. اصلا بعضی هم دیگه اصلا حزب زدن، داریوش ناهمایون ابر بی شرف تاریخ، اون اصلا حزب زد، حزب زد، خیلی بد جوری هم زد حزب. بله، و به این ترتیب شما هم سردرگم مونده بودید، مثل این که تو زمین فوتبال 22 نفر قراره دنبال یه توپ بدوان، حالا برای هر کدوم از شما یه توپ انداخته بودن، 22 تا بازیکن وسط زمین بود، حتی به دروازه‌بان هم توپ داده بودن، 22 تا هم توپ اون وسط بود. خب این اسمش چیه؟ شوتبال، زورباله، فشارباله، این حالا هر اسم تو، این اسمش هرچی هست فوتبال نیست. بله، و به این ترتیب شما ملت بزرگ ایران تبدیل شده بودید به ملت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر، و دیگه افتادید به جون هم دیگه و بقیه ماجراها که خودتون بهتر میدونی. بله، خارج از کشوریان با پاسپورتشون هی می اومدن ایران و چوسی پشت چوسی، بچم انگلیسی، فرانسه، اسپانیالی، اونجا عروسم آلمانیه، دومادم سوئدیه، بچهش توی انگلیس به دنیا اومده، یادم رفته که گوشکوب به انگلیسی میشه دمپایی. یک وضع هچلفتی درست کرده بودن، ولی ته دل همه ما، این جمله رو گوش کنی، ته دل همه ما نگاهامون به یه آقایی بود، به آقا یه خودمون، به اصل قضیه، به آرتیست فیلم، یعنی اعلیحضرت سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. زیر فشار روحی و روانی در خارج از کشور، در داخل کشور هم زیر فشار روحی و روانی و مالی. حالا ما خارج از کشوری ها وضعیت مالیمون این بود که میرفتیم در خونه اینا گدایی میکردیم، این گدا خونه، اینا بهش میگن سوسیال، گدایی میکردیم. بله، که حق نفتی که دارن اما میدوزن، یه سنارش هم بزن کف دست ما. به هر حال شکممون گرسنه نبود، نونی پنیری یه چیزی گیره و میامد میکردیم تو شکم کارخوردهمون، ولی کف کرده بودیم از ندیدن پدر و مادر که 90% هم میاد. الان این تظاهرات مثلا اینجوری زیاده، خب دیگه نمیتونم برم بیان، حالا کار ندارم، بازم حالا دمش میگم آدم نمیدونم. بله، یعنی این جمعیتی که امروز شما در این 4-5 ماه داری میبینی، این جمعیت باید همیشه اینطوری میبود، ولی اینطوری نبود، همه شده بود به 15 نفر و 14 نفر و 13 نفر 12 11 10 9 8 میرفتیم هی پایین باشی که بریم بالا. بله، میبینیم سر بالا میبینیم نفسمون میگیره چون شما خسته میشیم. بله، و فوش و فوشکاری هم ادامه داشت، فشارهای روحی و روانی و گرسنگی و فقر و فلاکت و فحشا و اعتیاد و دربدری و بیخانمانی و چه و چه و چه، این تمام این مشکلات خروار شده رو سرمون. مثلا آلمانی اگه یه ذره زن شوهر باشون حرفشون بشه میگه آه استرس هم رفت بالا، و مرده میره میشینه یه جایی آبجایی میزنه، زنم تلفن میزنه به یکی از دوستاش، میره اونجا یه شراب میزنه، یه جوری اینو خالیش میکنه. ولی خب اینجوری هم که دیگه نمیشد در ایران و خارج از کشور دیگه اینجوری خالیش بکنیم. کنسرت ها هم یادتون نره، هر کی هم میکروفون رو میگرفت میومد اون بالا میگفت بچه بودم نفهم بودم، بچه بودم نفهم، بعد هنرمند هنرمند هنرمند. بله، یک وضعیت بلمشویی درست شده بود.
تمام فشارا را ما وارد میکردیم به اصل قضیه، به کاپیتان تیم، یعنی اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، که آقا ایشون مقصره، چرا این آقا این اصلا به فکر ما نیست، اصلا نیست، هر از چنگای میاد یه چیزی میگه و میره. نگید به من اینا رو نگفتینا، اون وقت من دانم و شما. من از اینا نیستم تو دنیای مجازی و جلوی این تویله دور نامه حرفامو بهتون میزنم، با هیچ خدایم رو دروازی نر. آقا هر از چند وقتی میاد یه چیزی میگه و میره و نیستش و اصلا نیست، اصلا به فکر ما. آقا این آقا نمیخواد شاه بشه، حقم داره، برای چی بیاد شاه ما بشه؟ چه کاری با پدر و پدر بزرگش کردیم؟ اینا دست زن بچه‌ش میده یه گوشه، یه هر چنگا یه چیزی هم میگه که دل ما خوش باشه، درسته؟ ما هم تو این راهروها و تو این بدبختی‌ها و تو این تونلای وحشت هر چنگا یه جه یه فرصت، یه حالا توی دنیای مجازی که بعدا درست شد به اسم پلتاک، و بعدم تو این رادیو تلویزیون‌ها، تو این طویله‌ها، از لای این خطوط، خطوط فراموش نشود، از راه این خطوط رد می شدیم تا می گفتیم الو درود، دو دفعه هم صحبت می کردیم می شناختنه، درود بر شما، بعد خودشون هم می گفتن اسم کوچک از کجا زنگ می زنی، آقا اسم تو بگو از کجا زنگ می زنی که بفهمه همونی که باید قطعش کنی یا نه. این منشه هم همینطوری بود، لطفا اسم کوچکتان رو بفهمه از کجا زنگ میزنی شنونده محترم، که من بگم درود بر شما رضا هستم از آلمان، شما زیاد زنگ میزنید، فرنوش قطعش کن. ما اینجا اونجا قطع میشدیم، اینجا زنگ میزدیم میگو از کجا زنگ میزنی، خب منم میدونم دروغ بگم، مثلا بگم سعید هستم از هلند، ولی خب خاک بر سر من که مثل جامعه ایرانی دروغگو و شارلاتان و حقه باز نشدم، عجب احمقی هم من واقعا. بعد گفت مثلا گفتیم درود بر شما، خب آخه نمیشدم دورو بگیم، مثلا رفیقا میگفتن چرا مثلا خودی مثلا سعید هستم از هلند، مثلا من خب رضا هستم از آلمان، آقا شما اون هفتم زنگ زدی، شما فقط میخواید از شاه بگید، اون رژیم تموم شد، ما یک فصل دیگه ای داریم، یک سلیت بازی در بیاورد اون گور به گور شده دریاکی که مردشور اون تون صدات ببرن، مردشور اون قیافت ببرن، و بقیه اراذل اوباشش هم همینطور. پس دیگه به کجا میرسن؟ برم مثلا به حمید پوانداز زنگ بزنم بگم مثل دیگران خیلی ها بودن زنگ زدن حمید جون یه بای بای بکن من ببینم تو رو میبینم، حمید جون آره خودش همینجا، حمید جون اون آهنگ چیزه بذار اومدم سر کوچه‌تون نبودی یادشو بگو کجا رفته بودی، اونجا که ما نمیتونیم کاری بکنیم. بنابراین در یک وضعیتی قرار گرفته بودیم که اسمش نه وضعیت بود نه وضعیت بود نه اصلا هیچی نبود، فقط داشتیم هرس میخوردیم. الان بانو پروین قفاری گرامی که دارن گوش میکنن دقیقا من الان دارم صدای قرچ و قروچ دندوناشون رو دارم میشتبم که دارم درست میگم، چون ایشون در مرکز این جریان بودند در لجنجلس. بله، و به این ترتیب همینطوری میرفتیم جلو، هرچی همون گفتیم آقا این مرد، این پادشاه، این آقا چه پادشاه؟ خیلی خوب شاهزاده، نه آقا شاهزاده میکنه، آقا خیلی خوب هرچی تو میگی، خب ایشون چه کار بکنه؟ چه کاری آقا این بنده خود از دستش میاد؟ پشتش پره؟ نه مشتش پره؟ نه ارتش داره؟ نه چهار تا آدم حسابی دوره برشه؟ نه حساب یه میلیاردی تو حساب بانکیشه؟ نه میذارن با داخل کشور در ارتباط باشه؟ نه میبرنه جلو دوربینا؟ نه فاکس نیوز میارتش؟ نه اون یکی نیوز میارتش؟ نه اوجش علی منقلی میاد اونجا میگه که همینه نه همینه نه امشب صحبت میکنی با شاهزاده، همینه نه ازیدی از بازی شاهزاده یه لحظه ازیدی از بازی آگه یه رد چی، مردی که با شاه مملکت داره صحبت میکنه بعد میگه بازی آگه یه رد چی بری پنیر فروشی را بندازی، پنیر خوشتمع صدف اینه که میخوری یاد لیغوان میفتی، پنیر رو فراموش نکنی عزیزم، امیر روز میداری صبحونه چی داری؟ چی داری؟ دست کلنگ با پنیر. حالا شاه مملکت بود داشته میخواد تیمی شما عجب دانگایی داریم، واقعا خنده یه تلخ من از گریه غمان نیستر است، یک بلایی به سرتون بیاریم یه پنیری بهتون نشون بدیم، اون دفعه گفتم یه همومی من بسازم چل ستون بی پنجره، حالا بهتون میگم یه همومی ما بسازیم ما میان پرستان بی ستون بی پنجره. خوارمادر رحمتون بیاریم جلو چشاتون، شاه ما رو مسخره میکنی، اگه تک به تکتون رو اونجا جوک نکردیم جناب مهندس، 8 9 10 دست گل درد نکنه، 8 9 10 11 رو پخش کنید بچهای سوئیس، هم دست گل درد نکنه، 8 9 10 11
پهلویه، شاه رضا 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 پهلویه. سلسله پهلوی مجاوید با سلسله پهلوی. کینگ رضا پهلوی، 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 کینگ رضا پهلوی. آقای رضا احمدی و تلویزیون آریایی براتون گزارش دارم از لندن. این جمعیتی که میبینید، جمعیت شیر و خورشید، جمعیت بچه های پهلوی، بچه های ایران، میهن پرستان، ملت ایران، اقوام ایرانی، پارلمان، دم در پارلمان انگلستان بچه های شیر و خورشید جمع شدن. سپاس از شما جامان سیاوش گرامی. آخری هم بچه های میهن پرست بودن در ژنو در سوئیس، که دست گلشون هم درد نکنه، همشون هم خسته نباشن. خواهشی که از بچه ها دارم، لطف و محبت بفرمایید فیلم هایی که میفرستید اگر براتون امکان داره، که امیدوارم امکان داشته باشه، لطف کنید زیر 18 مگابایت برای من بفرستید که من بتونم براتون پخش بکنم. خیلی کوتاه و خلاصه و مختصر و مفید، یک دقیقه که برای بچه هم جا باشه برای دیگران. به هر حال دست همتون درد نکنه. خیلی هم از همتون سپاسگزارم از گزارشاتون و اظهار لطف و محبتتون نسبت به سربازان ایران آریایی و به من. خیلی ازتون ممنون. اما بنابراین هرچه ما میگفتیم که آقا این مرد دستش خالیه، آخه چجوری بیاد وسط؟ حاج حسین اوباما و قبلش اون یارو ساکسیفون زنه چی بود؟ به اون یارو زنه لوبنسکی بود چی بود؟ رفت بهش گفته بود بیا یه ماچ به من بده فلان اینا. کی بود مرکه؟ کلینتون بود چی بود؟ آقا رسما به ایشون گفته بودن که شما حق دارید فعالیت بکنید، ما نمیگیم نباید فعالیت بکنید، ولی شما نمیتونید براندازی بکنید. یعنی خیلی مؤدبانه این که پرنس رضا پهلوی، شما در حدی که مثلا از اینجا با اسکایپ چیزی وصل بشید به این رفیقای ایرانی خودت توی یارو لجنجلس یا احتمالا لندن، یک چهار تا چیزی بگی و اونم کنترل شده ها، مثلا نه اینکه بیای بگی که ملت یادتون میاد پهلوی خدمات پدر پدر بزرگ من، مگه نمیگه خدا رحمت کنه پدر پسر؟ خب من اینجا نشستم دیگه، هم جوون فلان، خب بیاین تو خیابون خبر مرگ دین چهار تا جاوید شو بگین تمام کنه دیگه. اینجا نباید بگی که هم داری حرفای کلیشه‌ای و فلان. بعد میگفتن که آقا ایشون سه هفته پیش مثلا سه ماه پیش
با فلان تلویزیون که علازه درز میکنه صحبت کردن، خب داره دو مرتبه همون حرفا رو میزنه. خب مثلا قراره بیان چی بگه؟ مثلا سه ماه پیش اومده یا همه حرف رو زده، خب مثلا الان باید بیان چی بگه؟ آقا اجازه که بهش نمیدن، اتفاقی هم که نیفتاده. خب شما الان اگه تو ایران تظاهرات نکنی، الان بچه ها تو لندن تظاهرات نکنن، من بیام چی پخش کنم؟ نه خودمونی، من چی بیام پخش کنم؟ باید بیام بشم حرفای خودم رو بزنم دیگه. بنابراین یک چنین وضعیتی نابسامانی به وجود اومده بود، درست شده بود و تمام کاس و کوزه‌ها رو می‌خواستن سر اعلیحضرت خالی کنن. چرا؟ میگفتن آقا ما تو رو دوست داریم، تو باید بشی شاه ما، ما غلط کردیم به گور پدر. میگفتیم دیگه تو در گوش هم دیگه میگفتیم، تو کوچه قیاهو میگفتیم که عجب غلطی کردیم، عجب اشتباهی کردیم، خودمون پدر پسر بیامرزه، حقمونه، چشمون کور، دندمون نر، چقدر به اون پدر پسر بد کردیم، حالا حقمونه باید بخوریم و فلان اینا. خب اینو وسعت باید میدادیم دیگه، ولی این وسعت باید میدادیم، رهبریت میخواست، باید برنامه ریزی میشد، جریانی میخواست، یه حساب کتاب باید میشد. ولی اینا اومد بودن جلو، همه درا رو گرفت بودن اینا، یعنی این چشم آبیا. یه روز محمد گاریچی یه آخونده دوزاری بی سواده روز خونه نفهم، بابا آس اینا، آس این آخونده که بوده بروجردی، خویی دیگه، گلپایگانی، مرعشی نجفی، سید کاظم شریعت مداری، اینا دیگه دارم امام گنده هاشو دارم بهتون میگم، یعنی دوپل سوپر بزرگ لوادکارانشون رو دارم بهتون میگم. خب مثلا اونا چه پخی بودن؟ نه خودمونیم چی بودن؟ مثلا سید کاظم شریعت مداری اوج هنرنمایش بوده، حسن صدقه خور واسه ما جا گذاشتم هر چه بی پدر و مادر. خب نه خب ما بفهمیم، خب مثلا میگن آیت الله خویی یه چیز دیگه بود، مثلا خویی چی بود؟ مثلا کی بود؟ اسم شهرهای ما رو دزدیدن، آیت الله تبریزی، آیت الله اردبیلی، آیت الله شیرازی، آیت الله همدانی، آیت الله رشتی، آیت الله خراسانی، آیت الله کاشانی، آیت الله قومی، آیت الله شیرازی، آیت الله اصفهانی. کیان اینا؟ همشون تخم ترکی اون جریان تجاوز تازیه. خب وقتی اومدن مملکت ما رو گرفتن، برنگشتن برن که عربا اومدن به زنان ایران تجاوز کردن، به ننه هامون، به اون نسلهای قدیممون تجاوز کردن. خب بچه دار شدن دیگه، به بچه هاشون رو گفتن سید. چرا سید؟ بخاطر اینکه وقتی بچه میره تو کوچه بازی میکنه و با بچه های ایرانی یه فرقی داشته باشه، مثلا میشه کاپیتان. خب بعد اون سید 1400 سال موند، رسید به زمان صفویه، تبدیل شد به آیات اعظام، آیت الله، آیت الله، امام، یه اسمی هی پیشمن پسمندی چپوندن به اینا که رسید به قجریه، که اصلا دیگه مردکه انگلیس ها آمدن برای اینا حوزه لجن وا کردن، حوزه لوات قوم. اصلا در 12-13 سالگی از روستاهای اطراف، بله، و از نجف، از بصره، از دمشق، از کراچی، اینا علکی نمیگم، از اون طرف هند، پاکستان کنونی، کشور ما بوده دیگه پاکستان، از اون طرف آبهای خلیج، بحرین، قطر، همین عمان، امارات، از اینا پا می شدن می آمدن کجا، همه هم سر خره کج می کردن، بیدن قوم انگار خونه ننجونه. هیچ اتاقه که اونجا درست کرده بودن، مثلا دانشگاه بودن، حوزه علمیه، کدوم علمی پدر مادر همش بحثش این لواط داری اونجا میکنی، کاری ما هم نمیکنی. از سن 13-14 سالگی هم اونجا با همگی بر میرفتن، اما من مثلا روسا بعد به خودشون درجه میدادن، سقط اول که آشیخ بودن و بعد طلبه و بعد آشیخ و بعد سقط الاسلام و حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله عظما و بعد میشدن امام، که دیگه خوار مادرمون رو میآوردن جلو چشمون کباب میکردن. بله خب یه چنین وضعیتی به وجود اومده بود و همه کاس و کوزه رو می‌خواستیم سر شاه مملکت بشکنیم و شکستیم. خب ایشون هم نمیتونست بیا توضیح بده، بعدش هم بیا چی توضیح، اصلا توضیح بده مثلا به چه درد ما میخوره توضیح ایشون، که بگه آها دست منو بستن، پاون بستن. بابا مگه نمیفهمید؟ بابا دست و پامو بستن. شما ها میخوان به من بگین چه خبره تو ایران؟ شما از داخل کشور اعلیحضرت شاهزاده گه گاهی مثلا ایشون میمدن، یادم یکی دو بار مثلا تشوارده بودن لس آنجلس، اون زیا آتابای، حالا خدا پدرش بیامرزه، یه بار ایشون در استودیو اون تلویزیون اومد و با زیا صحبت کرد، مردم هجوم آوردن واقعا.
یا گهگاهی مثلا همین رادیو اسرائیل یکی دو بار علازاد افتخار داد به اون یارو تشریف آوردن از با طریق تلفنی صحبت میکردن، مردم هجوم می آوردن تو رو خدا کمک اون کنی بدبختی. خب علازاد اینا رو میدونه، اصلا تو احتیاجی نیست اینا رو بگی، مثلا همین تلفن و تلفن کشی که توی من و تو بود. خب هی من قربونت برم فدات بشم. خب همه ایشونو دوست دارن، ولی راهکاری تلفن ها یه راهکاری مثلا یه ذره مثلا سیاسی فلاینا، بعد هی من تو ماچ بکن من ماچ بکن قربونت برم فدات بشم دست ببوسم پاتو ببوسم خدا رحمت کنه شاهنشاه رو، به خدا ما نکردیم، نسل ما نبوده، نسل 46 ها بوده، ما نسل 58 ها هستیم، نسل 96 ها نبوده. بابا این مرد اینا رو میدونه، این مرد میخواد شما حمایتش بکنی. حالا هی من برم رو خط بگم قربونت برم فدات بشم، خیلی خوشحالم دارم، اصلا استرس گرفتم بدجوری گرفته منو استرس، گریم گرفته من. بابا ایشون میدونه. آقا جان هیچ کس به اندازه که من نمیدونه که شما هم میهنان چقدر من دوست دارید، چقدر از من بدتون میاد، چقدر برنامه من مورد علاقتونه، چقدر برنامه من مورد علاقتون نیست. من خودم اینه میدونم میفهمم، اعلیحضرت میدانن که چقدر ملت ایران پشیمان، پریشان، آبروغن قاطی کرده، گیج و مات و مبهوت. ملت فهمیده چه خاکی چه پهنی به کله خودش کرده. بابا میدونه، این آقا میدانن که تشریف فرما بشن به ایران تا 50,000 سال، تا روزی که 120 سال عمر ایشون باشه، 120 سال رو دوش شما مردم همینطوری داری بادش میزنید. میدونه این آقا، میدونه که امام زمانم به گرد پاش نمیرسه، میدونه این آقا احتیاج، این پادشاه احتیاج به کمک شما داره، احتیاج به این پادشاه فقط نمیتونه ما رو کمک کنه. الان آقای جناب وطنخواه اومده یه خونه ای رو برای ما درست کرده. خب درست کرده، هیچ کس نیست بیاد تو ایران آریایی حرف بزنه. به من بفهمید آقای وطنخواه برای چی تلویزیون درست کرده، برای چیکار کنه، به چه فرش بفروشه، اومده چیکار کنه، کاسبی بکنه، گردو بفروشه، دین و مذهبا رو بیاره اینجا بندازه به جونم دیگه. آقا ایشون یه خونه ای رو درست کرده برای میهن‌پرستان بیان مبارزه کنن، تموم شده، این دیکته کل قضیه. خب وقتی کسی اینجا نمیاد ایشون برای چی بیاد نیام هرس و جوش بخوره، پول هاتبرد بده، پول آب بده، پول برق بده، فلان فلان فلان، بعد هیچ کم نمیاد، خودش باید بیاد 24 ساعته بشینه، 12 ساعت حرف بزنه، 12 ساعت هم برنامه‌اش چیز بشه، بازپخش بشه. خب میشه؟ خب نه. خب یه عده‌ای باید بیان به این آقا کمک کنن یا نه؟ خب بله. خب شما ملت باید کمک کنید به شاهتون. آقا چجوری؟ چجوری خمینی رو آوردید ایران؟ با کاست. کار انگلیسا بود، کار چپ جهان بود، همه اینا رو منم میدونم. اون چیزی که من میدونم شما هم نمیدونی. درست شد؟ بله. اما در نهایت شما آقا جان سرباز انگلیسی که نیومد در خونه ما رو بزنه دینگ دینگ، بله بیا بیرون تاسو عاشوراست، دینگ دینگ بیا بیرون چهلوم قمیاس، دینگ دینگ اسم هونیا بیام بیرون هفتم تبریزیاس، دینگ دینگ تبریزیا بیام بیرون سوم مشهدیاس. انگلیسی اومده این کار کردن، کشیده شدید بیرون. چطوری کشیده شدید بیرون؟ با بنگاه لجن پراکنی بی بی سی، با جبهه نامقدس ضد ملی، تروریست های مجاهد، دانشجوهای خائن و و و یه سری عواملی دست به دست هم دادن. این عوامل باعث شدن شما رو بکشن تو خیابون. قبل تو فرمودن بله. حالا ما اون عواملو نداریم، یعنی سازمان تروریستی مجاهدین، جبهه ضد ملی، چریکای فدای خلق روسیه، توده‌های همیشه خائن، مصدقی‌های ایران بدباده، این اراذل اوباش دیگه نمیان برای شماها بگن مردم یه بخش رو مجاهدین بکشه بیرون، یه مقت کمونیست بکشه بیرون، مردم بیاین بر علیه حالا ایکس ایگرگ هر کس دستگاه حاکمیت بیاین بیرون تظاهرات کنی. چرا؟ چون اینا خودشون با دستگاه حاکمیت رفیقن. همین دوکون حلبی سازی هم می‌بینی بازی سر کارتون گذاشته. خود سازمان تروریستی مجاهدین 100% بدون کوچکترین شک و تردیدی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ارتباطه. یه روز این حرف من بهتون ثابت میشه، بعد 600 شاخ میزنه بیرون، پسر مجاهدین با اینا همکاری میکردن. آره پسر جان بذار رژیم بره، اون وقت تازه میفهمید رضا احمدی 5 سال چرا داشته هرس میخورده.
آره تازه بعد میفهمید من چرا گریبان لگن فروش دزدو گرفته بودم و هی میکوبیدم مخ نداشته شو به دیوار. تازه میفهمید اینا چه بیناموزای بی پدر و مادری هم. تازه میفهمید چرا براتون مستند هویدا میسازن. اوکی فرمودم بله. بعد خیلی چیزا رو میفهمید. تازه میفهمید چرا هرچی ریشوه برمیدارن میارن تو اون تلویزیون ها. تازه میفهمید. او تازه میفهمید چرا اینتر آشغالو از لندن برمیداره میبره جلو پلاسشو میذاره تو امریکا. چرا؟ تموم شد بازی، تموم شد، تو دیگه از خسته شدی. بعد 70 دقیقه این بازیکن 70 دقیقه بکشینش بیرون، ایرش دانای فرد خدا بیامرز بفرسین تو زمین. او بعد تازه متوجه خواهید شد که چرا اساسا یارو اومده یه سرمایه گذاشته چند میلیارد که فلان تلویزیون و فلان طویله رو باز کنه. شما خواهی رژیم عوض شد این چند میلیارد چی میشه؟ سود شد رفت هوا. ایران آریایی چیزی برای باختن نداره. ایران آریایی 7-8 تا دستگاه اونم به قول آقای بطاقا میگه آقا ما مجانی اینم میدیم به همه شما، هر کی میخواد این دوربین، این میز، کامپیوتر بیمه داریم بریم. ما چیزی نداریم، ما هر چی داریم رو میزه، هر چی داریم شما دارید میدید. شما پول میدید ما اینجا میام میشینیم، شما پول ندید ما دیگه نمیتونیم اینجا بیام بشینیم. سرمایه ای ما نداریم اینجا. مثلا شما خواهید رژیم عوض شه، مثلا آقای آریان بطخو امتیاز تلویزیون ایران آریا رو مثلا میفروشه 600 میلیون دلار. نه بابا 6 دلار هم کسی نمیخره، چیزی نیست که کسی بخره. خب اونا پس چرا اومدن انقدر سرمایه گذاری کردن؟ کار دارن، یعنی تازه کار دارن با ما. پس الکی به اون زنه که ببخشید عذر میخوام، خدای استغفرالله از خوشحالی چقدر ناپریزی میکنیم ما امشب، به اون مردی که آقای عبادی کوتوله مثل خرچنگ راه میره دیدی دیگه بغل اعلی حضرت خیلی بجوری فاصله زیاد خدا. بعد خب شما خواهی میکنم الکی به اون یارو مردی که اومدن به کاپ قهرمانی خوشبختی رو دادن، شما خواهی میکنم الکی معصوم قومی رو یه تخم قاز فروش رو علم کردن، شما خواهی میکنم الکی مثلا یارو مردی که اسمال کیسه که شو آوردن وسط میدون. بابا با اینا کار دارن. خب حالا ما میگیم که همه اینا رو شما میدونید. اصلا من میدونم که میدونید 100% بنی سگ میدونید، دورجون سگ. اما این شما ملت این که در نهایت باعث شدید که امروز اعلیحضرت تشریف ببره تو مجلس انگلیس، این شما ملتید که باعث میشید اعلیحضرت تشریف ببره تو دانشگاه آکسفورد، این شما ملتید که اعلیحضرت میکشید میرید مونیخ، شما ملت در داخل کشور اعلیحضرت رو از واشنگتن کشیدید آوردید بردید مونیخ، بعد بردید لندن، حالا قرار بارم بروکسل، بعد اون زنه میگه من میخوام دعوتش کنم. دروغ میگم به خدا اصلا اونها این کار نیستن. این شما ملتید که به ایشون دارید انرژی میدید، اکسیژن میدید. اعلیحضرت مثل یه ماهی بود، اعلیحضرت رضا شاه دوم مثل یه ماهی بودن که این ماهی رو از توی آب گرفتن انداختن رو شن، هی اینطوری میپره بالا میپره پایین. شما ملت این ماهی رو دوباره انداختین تو آب بدونی که شاید خودتونم بدونید، با همین شعارهایی که توی خیابونا میدید، با همین رضا شاه روحت شاه، با همین شعارهای شبانه. اما کافی نیست. این بچه های خارج از کشور بودن که میدونو تو خارج از کشور گرفتن دستشون، وگرنه خارج از کشورم از دست ما رفته بود. برلینو یادتون میاد؟ رسمن به سندش رو زدن به اسم این یارو چیز؟ که یارو کیسه کشه؟ اسماعیلیون؟ ها چه اسم مرکه؟ یادتون میاد؟ رسما سند زدن به اسم خودشون، در حالی که خودشون هم میدونن تمام کسانی که خودشونو پاره پوره کردن، مجاهدین هم اون تروریست هم واسه اون گوشو خودشونو جرو باجر کردن، به 10,000 نفر نمیرسیدن. تمام بچه که اونجوری بچه های سلطنت طلب بودن، همه بچه های مشروطه خواه بودن. اوکی، یعنی بچه های مشروطه خواه از برلین زدن تو دهن اینا که الان دیگه با خیال راحت در کلن، در دوسلدورف، در لندن، در بروکسل، در هامبورگ، در هر جا، در لس آنجلس، هر جا که تظاهرات میشه بچه های میان پر از پرچما. یادتون میاد میگفتن فراجناهی عکس اعلیحضرت نیار اینا، تفرقه ایجاد میشه. یادتون میاد یه سری از اینا میگفتن اینا رو؟ میدونید چه توطئه‌ای بر علی من کردن، چه فحاشی به من کردن؟ میدونید چه تهدیداتی کردن توسط افراد بسیجی که دورشون بود؟
چقدر محکم ایستادم، چقدر درگیری ایجاد شد تو دهن همشون زدم. چرا؟ چون میدونم بازی رو بلدم. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی است. وقتی من خودم لالایی بلدم چرا خوابم نباید ببره؟ آقا من خودم لالایی بلدم، نمیخواد کسی بر من لالایی بخونه. من خودم از خودم لالایی میگم میخوابم. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی است. تا عکس این آقا رو بیرون نیارید، تا بغل عکس این آقای ما، پادشاه ما، پرچم مقدس سرنگ شروع خورشید نشان ایران رو نیارید، تا شعارهای ما در داخل و خارج جنبه ملی و میهنی نداشته باشه، تا اسم پهلوی تو شعارها، تو تمام شعارهای ما اسم پهلوی نباشه، تا رضا شاه روحت شاد نباشه، تا شاهنشاه روحت شاد نباشه، تا رضا رضا پهلوی این از شعار ملی که دارن میگن، تا اینا نباشه محال ایران درست بشه. محاله. به شرافت بشری سوگن اگر این داستان زن زندگی آزادی 600 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، دلار میرسونن به 300 هزار تومان، بیای تو خیابون با اره، میگم دیگه مرده قرص داده بچهش خورده مرده، با اره پاتو قطع کنه، بگه آقا پا میفروشم، های پا میفروشم. رضا احمدی مف حرف نمیزنه، چون اگه قرار بود مف حرف بزنه منم الان نشسته بودم مثل تقی‌زاده و طاهری و این برون بر، منم داشتم مفسر میشدم، خیلی بد جوری هم مفسر میشدم. تازه من شنیدم، یعنی نشنیدم، سندش برام اومده که آقای طاهری هم چیزه جزو عرض کنم رایزنهای حزب مشروط لیبراله. به به، تبریک عرض میکنم جناب طاهری، من اینو نمیدونستم و اینو زودتر با دست گل میادیم خدمت دستون درد نکنه، یه سیگارم بکشید روش. بله، اون وقت نظر شما چیه آقای طاهری، آقای تقی‌زاده، آقای یونی که نادر صدیقی کجاست؟ نادر نه با شما نمیشه، شما اون بالا مالایی ماشاءالله پشتتون خیلی پره. حالا به هر حال ما کوچولو هم میگیم دیگه، حالا نظرتون چیه راجع به این اتحاد چیز که به وجود اومده، شورای گراز و شورای تصمیم و تجدید طلبها و فلان اینا؟ خوبه دیگه، نه؟ بعد دیدی چه حلقه هایی هم گذاشتن، حلقه المپیک، بعد حلقه وسطی چیزه شورای حسن صدقه خوره. بله، شما چجوری جواب تاریخو میخواین بدید؟ من نمیدونم، ولی من میدونم جواب تاریخو چی بدم. من تو میدون شهیاد دو تا سوال بیشتر ازم نمیشه، از شما فکر کنم یه دو سه کتاب باید ازتون سوال بشه. قرتوخر از جانم، همین دنیا قرتوخر است، همون دنیا قرتوخر است. رهبر کاتولیکای جهان کوکو، کدوم جهنم کدوم بهش؟ مگه خدا اونجا نجاری رو انداخته؟ چرا دارین چرت و پرت میگین؟ 2023 سال جهان رو سر کار گذاشتی آقای کاتولی، 3000 سال دیگه برو عقب، موسی یادت رفت. جناب مهندس، اینی که الان از آقای مهندس خواهش می‌کنم شماره 12 رو پخش کنن، اینو پخش کردم براتون، یکی از دوستا به من گفت آقا مسی که خودت هم حواست نیست. گفتم چطور؟ گفت حالا اینو این دفعه پخش کن متوجه بشی. خودم نگاه کردم، ای یه بانوی داره تلویزیون ایران آریایی رو چه قشنگ تبلیغ میکنه. منم به خاطر اینکه کسی نیست از ما تبلیغ بکنه و چشمتونم کور بشه دشمنان ایران آریایی، که تلویزیون ایران آریایی همینطوری رفته تو دل و جگر و قلبه مردم تا دندتون نر. آره، کاری میکنم که دیگه نفرستم برای گزارشگر. حالا اینا بهتون نشون میدم که امیدوارم که ورم قلبه بگیرید همتون، مخصوصا لگن فروش دزد ابر کثافت تاریخ شیاد بشریت. جناب مهندس 12 رو لطف کنید، خیلی ممنونم. بچه ها زنگم بزنید ببینید ایران آریایی به کجا رسید کارش. دممون گرم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، خیلی حال کردم، عشق کردم، خیلی هم مغرور شدم و امیدوارم که همین اسم در ایران آینده یک کانالی باز بشه به نام کانال ایران آریایی. نه که من برم اونجا باز خودم چونه نمیزنم، ولی بازی ها نیستم، همینجا اومدم به جد آبادم بس. ولی و تشکر بشه از جناب وطنخواه
با حلقه های گل و یک مدال افتخار به این مرد موش و سفید کرد، درب و داغون شد اما شرفش نداد. من میگم چون ما ایرونی‌ها باید یاد بگیریم تشکر بکنیم. این آقای سیاوش باید مدال بگیره. یک تنه یه عکسی برای من اومد از تلویزیون منوتو، علازاد اونجا ایستادن، تمام کارمندای منوتو اومدن عکس گرفتن، نگرش داشتم فکر کنم بهتون نشون میدم سر یه فرصتی. یه جمعیتی مثلا، حالا من نشمردم، یه چیزی حالا الکی میگم، 20 تا 25 تا 30 تا آدم ریشو بی ریش اینا دور علازادن. این باید این جمعیت بشه که تلویزیون رو بچرخونیم. اون جمعیت خلاصه شده تو یه نفر، آقای سیاوش. پس باید مدال بگیره دیگه، نه؟ اون مجموعه داره اون تلویزیون رو میچرخونه. بعد میگن اما رضا یه کمی کیفیت ایران آریایی بجوری یه کمی چیزش بده. جون من چیز میزی هم اگه لازم دارین تعارف نکنی، تو رو خدا اصلا خجالت رو دروازی نکنی. کل پاچه ای دیگه، نمیدونم حلیم بادمجونی، مسقطی، چیزی، دسری، مسری، چیزی هم میخوایم بگیم براتون بفرستیم در منزلتون. تو رو حضرت عباس یه بار خجالت فقط نکشین، رو دروازی نکنین، من و شما نداریم. اعلیحضرت در لندن جناب مهندس فرمودن که دو تا ویدیو اومده یا عکس اومده گلبارون کردن اعلیحضرتو. جناب مهندس اگه آماده است منم خیلی خوشحال میشم ببینم، نگاه بکنیم شاهمون رو، نگاه کنیم، عشق کنیم. ایول سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. حال کردین؟ ای والا، ای والا، ای والا، نمردم این صحنه رو دیدم، نمردم به گوشم شنیدم سرود شاهنشاهی و سرود ای ایران در تهران، علی شیره‌ای، تموم شد کاره. ملت تبریک میگم بهتون، ملت ایستادید در برابر چپ جهان، ملت ایستادید در برابر دنیا، دمتون گرم، آفرین، درود به شرفتون، دمتون گرم.
تموم نشده بازی ها، شروع شد ولی قشنگ شروع شد. یعنی داور که سوت و زد، از همین 3 تا 4 تا ضربه زدیم یه شوت از وسط زمین رفت خورد به تیر دروازه طرف. فهمیدن تیم اومده امروز بزنه در 15 تا. دمتون گرم. ای والا شاه و گلبارون کردیم. ای والا حالا علازت تشریف بیادید ایران دیگه چی میشه دیگه به خدا. به خدا. اینا که بعد این هستن اینا اسباب مشروطه اینا دور و بر فلان اینا. بریم یه سری بزنیم به بچه های میان پرست. بله دست درد نکن آقای مهندس، خستگی اون در اومد. خیلی ازت ممنونم. توبای عزیز ما عاشق خاندان پهلوی، همه بچه ها گفتن جاوید شاه پاینده ایران. دم احمدتون گرم بچه ها. ای والله توبا عاشق خاندان پهلوی $30 سپاس از شما. ماندانای عزیز $100 سپاس از شما. میهن مهین، بانو مهین از سن خوزه $100 سپاس از شما. ایران دوست از شیکاگو $25 سپاس از شما. همه بچه ها همرزمان عزیز ما. ایران بانو از استرالیا $50 سپاس از شما. میهن شاه هم $50 واسه دلاوران ایران سپاس از شما. از سرباز میهن به سرباز میهن €100 سپاس از شما. دلم تنگ شده بود واسه هوشنگ. آقا هوشنگ گل ما هم از کانادا $150. دست گل درد نکن آقا هوشنگ. بانو مهین از ونکوور $76. دست گل درد نکنه بانو مهین. اون ونکوور هم مثل لجنجله سهواسمون باشه جیبتون نزنه. به یاد بچه محل نوید افکاری و جانباختگان راه میهن با جاوید شاه $100. درود به شرف روان همه جانباختگان میهنم شاد. دکتر یاسمین عزیز ما، یاسمین خارزمی از سوئیس، از بچه های میهن پرست $50. دست گل درد نکنه خانم دکتر عزیز. بانو محبوبه پادگانم $30 فرمودن که رضا احمدی زحمات نتیجه داد. بله بانو زحمات هممون نتیجه داد، زحمات ایران آریایی نتیجه داد. دم هممون گرم، دممون گرم. جناب مهندس یه سر بزنیم حالا که رفتیم لندن، یه سری به سید کریم هنرمند عزیزمون بزنیم. شماره 13 دست گل درد نکنه. امشب از اون شباست. ایوه امشب خیلی شبه. سلام به ملت ایران، سلام به شاهزاده رضا پهلوی سرور و تاج سر ایران، وارث تاج و تخت ایران. شاهزاده شما نوه رضا شاه هستی، بر حق وارث تاج و تخت هستی. هیچ کسی در دنیای امروز نمیتونه فتوا بده که ایران جز سلطنت حکومت دیگه بیاد. من اصلا سید کریم عزیز کم نمیترسم، فدایی شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی هست. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. سید کریم عزیز افتخارم داشتم هم تو آلمان هم تو لندن دستتو بوسیدم، بازم ببینم دستو میبوسم. درود به شرفت، سر تعظیم در برابرت پایین میارم. هنرمند با شرفتو میگم. حالا به بچه ها گفتم بتونم بچه ها چیز کنن، هماهنگی بکنیم، یه گفتگو خیلی دوست دارم باید داشته باشم. خیلی دم میگم، خیلی آقایی، خیلی مردی، خیلی مشتی هستی، خیلی ایول داری، خیلی با شرفی. درد و بلات بخوره تو سر کسانی که رفتن رو سن کاباره میامه یا این ور اون ور مزخرف خوندن بعد گفتن ما خیلی سیاسی هستیم. جدا با شرفی. درود به شرفت روان فریدون عزیز شاه، دو تا هنرمند شریف فریدون فرخزاد سید کریم. آس بودید، آس و هستید. و ستار عزیز که همیشه گفتم بازم میگم، روان هایده عزیز، ویگن عزیز، مهستی عزیز، خدا نگه داره همیرای عزیز. دم هنرمندان شریفمون گرم. لعنت به پدر مادر هرچی الاغ ماهیه. جناب مهندس 14 و 15 خیلی بی‌ناموسید. باشه تا صبح دولتتان بدمد. این تو عمری اون تو عمری ها نیست. امشب و عشق است بچه، حال کنید. خستگی این 5 ماه رو یه امشب از خودتون در بیارید. دو تا عکس هم نشون بدیم از اعلیحضرت. این روزنامه بیلد چیز بیلد سایتونگ آلمانه که یه مصاحبه داشته با اعلیحضرت. خیلی هم من دیدم کیف کردم که اون پایینم چیز کرد نوشته دیگه، آخرین شاهزاده ایران میخواهد ملایان رو سرنگون کند. چشمت کورش، این آخرین شاهزاده نیست، اتفاقا تازه داره شروع میشه. به هر حال جناب مهندس بعدش هم لطف کنید دست گلتون درد نکنه. تو تاکس اعلیحضرت هم نگاه کنیم.
به 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 چهره خندان شده، درد و بلات بخوره تو کاسه سر هرچی بیناموزه، حیف درد و بلات. تاگسش بگیر. اینم یکی دیگه از اون درشتای آلمانه، روزنامه های درشت آلمانه گفت که تدگاه در ایرانش اپوزیسیون زنده شد. امید اپوزیسیون ایرانی، البته به علامت سوال، یعنی امید اپوزیسیون ایرانیه، حالا چشمت گوش امید چیه؟ خودش پادشاهه. پسر شاه خودش داره آماده میکنه برای که جمهوری اسلامی رو بندازه اونجا که رضا احمدی همیشه میگه. این ترجمه آلمانی احمدی بود. دست درد نکنه جناب مهندس، شاهمون داره میاد، شاهمون داره میاد، مژده بدید که اعلیحضرت داره میاد، خوشحال باشید بچه های داخل کشور، این مرد منتظر شماسا، این مرد منتظر شماسا، تموم کنید کارو. همین جمعیتی که امروز تو لندنه، امروز بچه ها تو کلن و دوسلدورف این ور اون ور میان. آخ جناب مهندس، اون چیزه ری که فرستم رو واتساپتون، مال این جوون که بچه ها تظاهرات دارن توی چیز، اونم اگه لطف کنید جناب مهندس، قربون دستت، که این تظاهرات یه بار دیگه بگیم بچه ها فردا برن. ملت پادشاهتون داره میادا، منتظر شماسا، بیاین تو خیابونا تکلیف رو روشن کنید. این همین جمعیتی که میاد تو لندن، بیاین همین شعارا رو بدین، رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی، تنها راه رهایی، بازگشت پادشاهی، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، تموم شده رفت، این تنها راه رهایی ایرانه، این تنها راه نجات، بقیهش حلبی سازی و پدرسوخت بازی و چرت پرته. راحتتون کنم اگر جناب مهندس لطف کنه، اکثر دست گلت درد نکنه. بله، این تنها راه نجات کشور بچهای داخل ایران. اگر میخواهید از این که میخواهید، واقعا هم میخواهید با این شرایط نجات پیدا بکنید، فقط شاهتون رو صدا بزنید، دنبال هیچ کس و هیچ چی و هیچ داستانی نرید، همه چرت و پرتن، همه سرکاریه، معصوم قومی بازیه، این یارو کیسه کشه بازیه، چوز شیفته بازیه، این دپرسیه چیه، دپرسیون داره بنیادیه، چی در بداغون مارمولک بازیه، فوتبالیستش بازیه، مطربش بازیه، بازی بازیه. اصل قضیه این آغاز که اینطوری گلبارونش دارن میکنن، اصل قضیه این آغاز، دنیا میدونه. تو بازی آمریکا هم نرید، آی جان بولتون رفت با مجاهدین حرف زد، اون یکی رفت نمیدونم معاون ترامپ رفت با اون، همش بازیه، خودشونم میدونن که بازیه، خودشونم میدونن، خودشونم فهمیدن که این ملت دیگه گول نمیخوره، 50 سال 60 سال 70 سال گذاشتن اون سر کار، آیرونسون، چکمه، استبداد، رضا شاه، کودتا بردن، آوردن، خوردن، کودتا این انگین 28 مرداد، به خود خدا قسم، نه رضا شاه کودتا کرد، نه محمد رضا شاه کودتا کرد، نه با زور به سلطنت رسیدن. تنها پادشاهانی که به قانونی، در جنبه قانونی به سلطنت رسیدن، پادشاه ایران شدن، رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و آریامهر بزرگ، خدایگان بنیانگذار تمدن نوین بود، تموم شد و رفت. همه بقیه با شمشیر و قمه به قدرت رسیدن، همشون بدون استثنا. جناب مهندس حاضر هستشون چیزه ارناسی، من یه اسم دیگه یادم رفت، یا آقای آرش میهن پرستم، 300 دلار آقای آرش میهن پرست، سپاسگزارم از شما آقای آرش میهن پرست، دست گل درد نکن جناب مهندس. این اطلاعیه گرد همایی میهن پرستان در بروکسل بچه‌ها که اونجا هست، 28 فوریه، بچه ها رو تنها نذارید، برید در تظاهراتشون شرکت بکنید، بچه ها رو تنها نذارید، الان کاریتون نباشه کی تظاهرات میذاره کی نمیذاره، هر جا بچه های شعار جاوید شاه میدن، دست گلت درد نکنه جناب مهندس، هر جا بچه ها شعارهای جاوید شاه میدن، هر جا بچه ها پرچم مقدس رو دستشون میگیرن، هر جا عکس اعلی حضرتین جاوید رو دیدید، هر جا عکس پادشاه قانونی کشورتون رو دیدید، برید اونجا، هیچ جا دیگه نرید، همشون پدر سوختن، همشون تجزیه طلبن، همشون بی پدر و مادرن. میگی نه نگاه کن. جناب مهندس 16 رو ما قول داده بودیم به اینم یه چکی هم به این بزنیم، یه چک نه یه بچه مالشی هم به این بی پدر و مادر بدیم تا به بقیهشون برسیم. 16 رو لطف کن جناب مهندس، در به داغونت آشغال کله. ایستی مسالمت آمیز بین همه مردم ایران ایجاد بشه، مردمی که جنگ داخلی نمیخوان. فرهنگ حذف یعنی کمک به جنگ داخلی، فرهنگ حذف یعنی کمک کردن به درگیری های داخلی. اونهایی که فرهنگ حذف رو دارن آموزش میدن، براش کار میکنن،
زحمت میکشن، حذف هر گروه و هر جهت و هر فکر و باوری، اینا مستقیما کمک میکنن به ایجاد جنگ. نباید کاری بکنیم که مردم ما پشیمون بشن برای خامنه ای خائن. مسیر به سمت آزادی با قدرت و اراده مردم، با حضور همه طیف ها امکان پذیر هست. حذف هیچ گروهی رو ما نمیپذیریم، نه قبول داریم، برخلاف دموکراسی است و میدونیم این در راستای ایجاد درگیری و جنگ داخل. از اتاقهای فکری دولتهای بیگانه و خود جمهوری اسلامی صادر میشه. پس سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. درب داغون آشغال دیدی پخشت کردم، گفته بودی که سلطنت طلبو پخش میکنن، دیدی پخشت کردم، دیدی ما چقدر مردی، میدونم تو نمیفهمی این چیزا رو ناجوان مرد، دیدی پخشت کردم. آره لعنت به پدر مادر کسی که نیا تو ایران جنگ داخلی راه نندازه، ما منتظریم. لعنت به پدر مادر چومله و دموکرات و تجزیه طلب، لعنت به اون پدر و مادر وارزانی اگه با نیروهای مسلحش نیا جنگ داخلی راه نندازه. شما مرد باشین پاتون رو بزنین سر مرز. لعنت به پدر و مادرتون اگه نیای. ما رسما اعلام میکنیم ما خواهان جنگ مسلحانه با شماییم، ما میخوایم اصلا نبرد جنگ مسلحانه بشه. لعنت به پدر مادرتون اگه نیای. تو مردش باش، این نوک پاتو بذار رو مرز ایران. البته تو مرزم نباشه، ما میاریم تو. برو بابا درب داغون آشغال، برو بابا بچه کسافت درب داغون. با دو تا دلار خریدتون یارو خیر کردی، همه مثل اون ستاره هند چپول اینجوره که دوتا ماچ بهت داده. برو بزن چاک. سه جناب مهندس شماره 17 و 18 را خانم آقایون 17 رو نگاه کنید، اینا روشن فکران ما بودن. نگاه کنید، اینا رو بهتون نشون میدم که بدونید انقلاب شکومند اسلامی بنیانگذارش کیا بودن. جناب مهندس شماره 17 رو لطف کنید، جنگ داخلی خفه ببین، فلون فلون شده آشغال کله. بود خانم دانشور بود، ایشون با حجاب اسلامی اومده بودن؟ نه، یه دونه روسری داشتن و و این شیخی میگفت که این روسری رو یکم بکش بالا، مثلا بیار صورت رو بپوشونه. خانم سیمین تفلی هم که خب سنی ازش بالا رفته و اینا، چی بکشه بالا چیکار بکنه، بالاخره رفته. بعد خانم سیمین باش صحبت کرد و خانم سیمین چی گفت به آیت الله خمینی؟ خانم سیمین آیت الله آفت الله آره به یه طور شیفتگی داشت. بعد گفت آقا اجازه بدین دستتون رو ببوسم. بعد گفت که حالا چه فایده داره نبوسم فعلا. بعد از اینکه از اونجا اومدین بیرون با این رفتاری که آقای خمینی کرد، عکس‌العمل دوستان نویسنده شما راجع به این موضوع چی بود؟ مثلا عکس‌العمل خانم سیمین دانشور راجع به این جریان چی بود؟ اون موقع ببینید، مثلا چیز عجیب غریبی که من هیچ وقت یادم نمیره، اتفاق خانم سیمین و من رفتم خونه ما. بله. برای من خیلی جالب بود. اون حالت شیفتگی و نمیدونم این چیزا در بعضیا بود. اون واقعی که شما اومدید برگشتید رفتید به منزل خودتون با خانم سیمین دانشور، این نگرانی خودتون رو برای ایشون توضیح دادید؟ نه آره، من گفتم. پاسخ ایشون چی بود؟ ایشون خانم دانشور خیلی یک زن واقعا نرمیه. خانم دانشور مثلا فکر میکنه که همیشه دنیا خوب میشه و واقعا اینجوری بود. بعد حتی شوخ شیطنت کرد که کاش آقا منو سیغه بکنه. اونقدر من خندیدم و این سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. تو رو به خدا دیدید هر کس دشمن پهلوی قیافه هاشونو دیدید چقدر صد دفعه اتو بکشه این بی پدر و مادرها رو انگار هنوز بازم تو ماشین لباسشو کشیدی بیرون. همشون چروک.
این همین سعودی ها رو دیدین؟ به قول جلال مهندس از 50 سال عمر کثیفش اقلا 25 سالش نشه بود، 25 سالش هم خواب بود بی پدر و مادر. بعد قیافه رو میبینید عین مغولا، یعنی همشون تجاوز روسن. اون زنه کره دیدین؟ این زن چیز بود دیگه، جلال آل احمق. بعد اینا روشن فکر بودن، شبا میرفتن تو سفارت ایتالیا شب درست میکردن به نام شب شباهنگ. کی میومد اونجا؟ علی منقلی، احمد شاملو، خسرو گل سرخی، اینا میومدن اونجا. وای امشب مهتاب را دیدم که روی آسمان بود و ستاره ها به او میگفتن مهتاب این ور دلم اوفینا، اون ور دلم شوتینا. به 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 به، این منظور شاعر اینجا آقای شاملو میگه این ور دلم اوفینا، اشاره میکنه به ستاره هایی که افتادن. یاد ستاره ها افتادن بدتنه، تو بمیری کشتن تو رو. حالا یکی دیگر از بزرگان اهل سیاست، اینا کسایی بودن که میشستن پای میز تو میامه میگفتن چیز بخون، بریا رو بخون. چه مهندس آخری هم لطف مهمت بفهمید هیچده رو خیف خاک بره سر تو خانین مزدور کسی. مصدقی مسلمان معتقد به پرداخت وجوهات شرعی، وجوهات شرعیش را به کسی میپردازه که با اون رژیمی که ضد مصدقی بود مبارزه میکنه. و بین روحانیون تنها کسی که این کار را انجام میداد خمینی. پس کمک فوق العاده ای هنگفتی به اون معنا به خمینی من نمی کردم. همون وجه شرعی را که باید به یه مجتهد دیگری می پرداختم به آقای خمینی می پرداختم. این بود تا سال فکر می کنم 47 و 48 و اینها 49 50، که یه سفری که به اروپا آمده بودم آقای بنی صدر بهش گفتم که من برای خمینی وجوهات شرعی می فرستم. آقا چرا توسط من نمی فرستی؟ گفتم چرا، اونجا ما رابطی داریم میره میاد، خطرم براش داره بیچاره این کارو میکنه. گفت خب هم برای اینکه خطر اونو کم کنید و هم توسط من بفرستید، چون من این وجوهات که با آقای خمینی میبرم 10%شو برای کارهای سیاسی ازش میگیرم و این کارو از طرف من بکن، از طریق من بکن که 10%ام بیاد برای کار خودمون، کار سیاسی خودمون. گفتم من حرفی ندارم. از اون تاریخ به بعد وجوهات شرعی که من پرداختم توسط آقای بنی صدر از طریق پاریس برایشون فرستادم، رسیدم میگرفتم، رسید به امضای آقای خمینی می آورد. 10% خودشون خودش می دونست دیگه با آقای خمینی به من مربوط نبود. سپاس از شما جناب مهندس هاش گرامی. از اونجایی که بنده وضعیت ریاضیم قابل تیختراش نیست و هیچ وقت هم نبود، جناب مهندس یه اشاره کردن که آقا این داره میگه 4% یا نمیدونم 10% از اون پولی که ما داریم میدیم به این مرکب لوادکار خمینی 10% شما برداریم. این 10% شده 400,000 دلار، یه همچین رقمی فرمودن جناب مهندس. ببین چه پولی بازار رسونده به خمینی زیر دوشکچه‌اش، اونم کی؟ نه الان، صحبت مال هزار داره میگه 1345 46 47 48 49 50. فریبا تو ماچ بکن، من ماچ بکن اون موقع. بعد میگن شاهزاده چرا کاری نمیکنی برای ما، یه کاری بکن برای ما. با چی؟ با چی یه کار؟ اون موقع ببین بازار چه پولی داشته میداده به این مرد. که یعنی الان ایشون اگه بخواد کاری بکنه، این آقای ما، این پادشاه ما بخواد کاری کنه، بعد 4 میلیارد دلار تو جیبش باشه. میفهمید دارم بهتون چی میگم؟ ببین چه جوری قاپ ما رو دزدیدن، ببین چه بلایی سر ما آوردن. ملت تا توی خیابونا نیایید،
تا این مرد صدا نزنی. حرفی که من هر چی گفتم همون شده، اینم میشه. همینجا تو همین سنگر فیلمشو خودم پخش خواهم کرد. میدون 24 اسفند، میدون شهیار، باید همینطوری کیپ تا کیپ وایسید. آدم کیپ تا کیپ وایسه، صحبت چند میلیون آدمه. عکس اعلیحضرت رو، پرچمای مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان رو تو دستتون بگیرید، فریاد بزنید رضا رضا پهلوی. این از شعاره. دیدی بچه ها میگن کینگ رضا پهلوی. اونجا شما باید بگید، بگید جاوید شاه جاوید شاه، جاوید شاه جاوید شاه، رضا رضا پهلوی. این از شعار ملی. پهلوی کجایی به داد ما بیایی، رضا شاه روحت شاه، شاهنشاه رو انقدر بگید که کف کنید، که پاسدار، بسیجی، ارتشی، نیرو انتظامی همشون بیان وسط جمعیت، تو ماچ بکن من ماچ بکن، اسلحه ها رو بدن دستون، بگن آقا راست میگید رضا رضا پهلوی. اگه نشودین هر چه زودتر ولی بهتر. ببین که بهتون گفتم هیچ راهی نداره. موسوی بی ناموس، کروبی بی ناموستر، خاتمی بی پدر و مادر، احمدی نژاد تروریست، باند اکبر دزد بی شرف، تمامشون بی ناموس، آدم کش، مزدور، جنایتکار، تخم مغل، تخم تیمور، تخم عرب، تخم عمر، همشون همینن، همشون همینه، همشون دزدن، همشون ضد ایرانیان، همشون آدمکشن، همشون بیشرفن، همشون شکنجهگرن، همشون بی پدر و مادرن. یه عده کمپوزیسیون هم خارج از کشور درست کردن، بعد حالا نشستن با هم ائتلاف میکنن. بعد چی؟ به این مشروطه‌چی قلابی اینطوری میگن آقا پس چی کار کنیم؟ یعنی بریم ایران باید همه مجاهدین رو بکشیم؟ نه آقا ما آدمکش نیستیم، مثل اونا آدمکشن. ما طرفداران روزن پهلوی که آدمکش نیستیم، ما میگیم به جای ائتلاف با تجزیه طلب باید بیاین با یک حزب قوی، سازمان قوی مشروطه خواهان درست کنیم. داریوش ناهمایون بی شرف بی پدر مادر خر لنگان اومد وسط مشروطه خواهان یه تیغه کشی، خودتون رو سر کار گوشین یا خواهی میکنین ما رو میتونین سر کار بذارین، دارین خیانت میکنید به ایران. اون یارو افسر خائنه، آیت الله بیت اللهی خائنه، دمتون دارین خیانت میکنید به کشور. خواهید دید در آینده ایران، خواهید دید. اسامی رو بگم حضورتون، مرخص بشیم. با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، سرکار بانو مهناز و همه شما عزیزان، و بازم تشکر میکنم، سپاس از پروین غفاری عزیز، لطف کرد کوتاه بود ولی به هر حال صدای نازنینش رو شنیدیم و خیلی خلاصه و کوتاه ایشون شرح دادن جریان 8 اسفند رو. و بازم تبریک میگم به همه بانوان ایرانی و همه شما شیرزنان ایران که چه بلاهایی بر سرتون اومد، نه فقط در سر شما، بر سر مردم اومد، ولی خب زنان ایران خیلی ضربه خوردن، خیلی ضربه خوردن. به هر حال بانوان ایرانی، کشور رو دوشا دوش مردان نجات بدید. مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی، جیان، نمیدونم جن جیان، جیان میگین چی میگین، جیان باقالی میگین، من نمیفهمم اینا به جایی نمیرسونه. تو کارو تموم کنید، کارو تموم کنید که علاوه بیا سریع تا قوه بنیه تو بدنمون مونده مملکت رو بتونیم لطیفش کنیم. بعد بلای سرتون دارن میارن. علی شیره‌ای خیلی زخمی ها، حواستون باشه. اسامی رو بگم حضورتون، مرخص بشیم. اعلام میکنه آقای جمشید همین الان از آلمان، بچه محل ما، $106 دست درد نکنه جمشید جان از آلمان، ای والا. آقای آلن هم $200 دست گل درد نکنه. آلن جان خیلی ازت ممنونم، لطف موعد کردی. سرباز دور از وطن هم مثل همیشه لطف کرد $50 دست گل سرباز اونم درد نکنه. پوران دختم با تشکر از مدیریت تلویزیون و بچهای تلویزیون $160، خیلی هم از پوران دخت سپاسگزارم. سری اسامی رو بگیم، وقتمون گذشت. آقای آرش میهن پرست $300 سپاس از شما. توبای عزیز ما عاشق خاندان پهلوی $30 سپاس از شما. ماندانای عزیز ما هم $100 دست گل. چقدر قشنگه یه اسم ماندانا، $100. یادم میاد پوری بنایی عزیز در فیلم خداحافظ تهران اسمش ماندانا بود، اگر اشتباه نکنم اسم دومه، اگر اشتباه نکنم، یا نه تو خداحافظ تهران نبود، یادم رفت.
ولی یادم توی فیلم ماندانا بود. به هر حال $100. آها نه، یه بار صحبت میکرد با فریدون فرخزاد، مصاحبه داشت پوری بنایی، گفت دوست دارم صاحب دختر بشم، اسمشو بذارم ماندانا. پوری عزیز، به هر حال ممنون از ماندانای عزیز. بانو مهین از سنخوزه $100، سپاس از شما بانو مهین. ایران دوست عزیز ما شیکاگو $25، سپاس از شما. ایران بانو از استرالیا $50، سپاس از شما. میهن شاه $50، سپاس از شما. از سرباز میهن به سرباز میهن $100، سپاس از شما. آقا هوشنگ از کانادا $150، سپاس از شما. آقا جمشیدم از آلمان $106، سپاس از شما. بانو میهن از ونکوور $76، سپاس از شما. به یاد بچه محل نوید افکاری و جانباختگان راه میهن $100، سپاس از شما. دکتر یاسمین خارزمی عزیز ما هم از سوئیس $50، سپاس از شما. سرباز دور از وطن $50، سپاس از شما. سرکار بانو محبوبه پادگانم $30، سپاس از شما، خیلی ازتون ممنونم. عرض کنم آقای آلن عزیز ما هم $200، دست گل درد نکنه آلن جان. و پوراندخت عزیز ما هم $160. با یک جهان سپاس از همه شما خانم و آقایون، گل کاشتین، دمتون گرم، عشق کنید امشب. اعلیحضرت گلبارون شد در لندن، در همون لندنی که چند تا نقطه گفتم که علی شیره‌ای میکشیمت پایین از منبر خون، گفتم که پادشاه رو برمیگردونیم، نگفتم، گفتم، بازم میگم تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی، برمیگردونیم اعلیحضرت رو به ایران. پاینده ایران جاوید شاه.